بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه همسفر. از اینکه شهر زنجان و استان زنجان رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردید و تشریف آوردید تقدیر و تشکر میکنم. در فاصله 165 کیلومتری شهر زنجان غار زیبای کتلخور، بزرگترین غار آهکی کشور و جهان قرار داره. غار کتلخور در فاصله 7 کیلومتری شهر گرما و در فاصله 70 کیلومتری مرکز شهرستان خدابنده شهر قیدار قرار داره. این غار که یکی از زیباترین غارهای جهان هست و به لحاظ وسعت دومین غار جهان هست، برابر نقشه‌برداری هایی که از سوی جامعه نقشه‌برداران و غارنوردان هم کشورمون و هم از سراسر دنیا مورد نقشه‌برداری قرار گرفته، حدود 50 کیلومتر در 7 طبقه غار تشکیل شده. برابر برآورد کارشناسان چیز حدود 30 میلیون سال این غار قدمت داره و در گذشته که غارنوردانی از داخل کشور ایران اسلامی و از خارج از کشور بررسی کردند، بقایای فسیل حیواناتی که در سالیان و قرون بسیار گذشته زندگی می‌کردند در داخل این غار پیدا شده. به لحاظ وجود استلاگمیت‌های فراوانی که در داخل این غار قرار داره و محیط آهکی که این غار داره، به لحاظ جذابیت یکی از زیباترین غارهای جهان محسوب میشه. این غار به صورت غار خشک است، یعنی تفاوتش با غار علی صدر در همون خشک بودنش هست. منتها در حال حاضر چیزی حدود 2.5 کیلومتر از مسیر 50 کیلومتری غار بازگشایی شده و قابل رؤیت هست زیبایی های این غار که به شکل های مختلف این قندیل هایی که در اثر سالیان گذشته به شکل های مختلف در اومدن با عناوین مختلفی نامگذاری شدن. دعوت میکنیم هموطنانمون در یک روز زیبای تعطیلات نوروز یا فصل تابستان انشاءالله به اینجا سر بزنم و از داخل غار و زیبایی های غار انشاءالله دیدن بکنم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام به همسفرهای خوب و دوست داشتنی خودم. همراه و همسفر ما هستین، همچنان در استان زنجان هستین. نمیدونم تعطیلات نوروز 95 رو به کجاها سفر کردین و از چه جاذبه هایی از ایران زمین دیدن، اما اگه به استان زنجان اومدین و غار کتلخور رو ندیدین، قطعاً بدونین که ضرر کردین و یک شانس خوب گردشگری رو از دست دادین، چرا که بزرگترین غار آهکی جهان، غار کتلخور در استان زنجان در شهر گرما پست و یک زیبایی بسیار خوب داره. من به اتفاق گروه تصویربرداری برنامه همسفر امروز به غار کتلخور سفر کردیم و در خدمت آقای یوزباشی هستیم که توضیحات کامل رو در مورد این غار برامون بدن. این شما و بید. خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و بینندگان عزیز. طی مسیر توضیحاتی که راجع به غار هستش خدمتتون و خدمت بینندگان محترم عرض می‌کنم. خیلی هم خوبه. چقدر راه باید بریم تا ما حدوداً 1250 متر بایستی تا اونجا بریم و 1250 متر برگردیم، یعنی 2.5 کیلومتر پیاده روی داریم. یعنی طول غار 2.5 کیلومتر. بله، رفت و برگشت 2.5 کیلومتر. حوزه بازدید ما هستش، آماده بازدید شده برای غیرزون بازم هست؟ بله، حدوداً 30 کیلومتر از غار شناسایی شده که طی مسیرها من کلان این توضیحات خدمت نظر میکنم. 30 کیلومتر و انتهای غارم مشخص نشده، به خاطر همین میگم بزرگترین غار خشکی و آهکی جهان. بسیار عالی. خب بفرمایید بریم داخل.
باشه. گرده قایمایی است. گیاهان رو دارم ببینم اینا چیه؟ اینا یه نوع گیاهایی هستن که به خاطر اینکه هم داخل غار رطوبت هستش هم از بالا موقع بارش باران و برف آب نفوذ میکنه. یه نوع گیاهایی هستن که تو فصل بهار و تابستان خیلی سرسبز و زیبا میشن و زیبایی خاصی رو به ورودی غار میدن. خاطر همون اینجا هر سال اینا رو ما داریم. این گیاها کنار آبشارا زیاد دیدم از بله یه نوع گیاهایی هستن که معمولا برای حالا گیاه به عنوان گیاه دارویی هم استفاده میکنن، برای پادرد و اینا بهتر هستن. خوب هستن. ما توی سفرمون توی استان زنجان از شهر زیبای زنجان شروع کردیم و آغاز سفرمون از شهر زیبای زنجان بود. در واقع خود شهر زنجان رو معرفی کردیم بهتون، بعد سلطانیه رفتیم، گنبد بزرگ سلطانیه رو بهتون معرفی کردیم و در نهایت از همون سمت و سو اومدیم به سمت غار زیبای کتل خور. اینجا ورودی غار هست، همونطور که تماشا میکنین یک غار بسیار زیبا با ورودی خیلی راحت. یعنی من این که قدم بلنده و در این ارتفاع ایستادم و در ورودی غار هستم خیلی راحت. بله. خم نشم. بله. کل مسئله انشالله همینطور باشه. بله بله. این مسیر رو اگه اجازه فرمایید توضیح خدمتتون عرض بکنم خدمت میانیان گرامی. اینجا از لحاظ چند ویژگی حائز اهمیت هستش. حالا ما بگیم از بعد علمی و از بعد جذب گردشگر و صنعت اکوتوریسم میتونه حائز اهمیت باشه این غار. از لحاظ بعد علمیش این غار قدمت بالایی رو داره. قدمت این غار 30 میلیون سال هستش، یعنی متعلق به دوره سوم زمینشناسی سنوزویک میشه. بس قدمت بالایی داره. اونایی که بخوان تحقیقاتی رو انجام بدن، مطالعاتی رو انجام بدن توی این قدمت بالا میتونن به نتایج خیلی بهتری در خصوص زمین و زمینشناسی و غارشناسی برسن. الان این قسمتی که ملاحظه فرمایید بازگشایی شده، سعی شده که از اون قسمت‌های مسیر رو آماده بکنن که زیاد صدمه به غار وارد نشه. حدوداً 400 متر اولیه مسیر که رطوبت هم کم بوده و قندیل روش نکرده بوده، اون مسیر رو بازگشایی کردن، چون این 400 متر حدوداً 400 متر به صورت سینه‌خیزی بود که قبلاً سینه‌خیز می‌رفتن. حالا چون غار برای بازدید شد و بعد غار تفریحی شد، به خاطر همون این مسیر رو باز کردیم که بازدیدکننده ها راحت بتونن تو هر قدی هم باشن از این مسیر وارد بشن و عبور بکنن. خب بفرمایید. از غار هوای بسیار سردی رو تجربه کردیم و شب گذشته البته ما در کنار غار اتراق کردیم که صبح زود بیایم و از این فضا براتون تصویر بگیریم. هوا فوق‌العاده سرد بود، فکر می‌کنم هوا زیر صفر بود و در واقع الان وارد غار که شدیم گرمه. بله. دمای غار همیشه گرمه؟ ببینید دمای غارها ثابت هستش. حالا انسان‌های غار نشین هم معمولا تو غارها زندگی می‌کردن، اولا یه سرپناه بودش براشون، بعدش هم چون دما ثابته بیرون دماش متغیر هستش، مخصوصا تو مناطق کوهستانی، یعنی زمستانها سرد و تابستانها رو گرم میبینیم مناطق بلخوش. این باعث شده بود که چون دمای داخل غار ثابت هستش، مثلا اینجا حدود 15 درجه هستش چه زمستان چه تابستان. بله. بیرون زمستان 30 درجه 25 درجه زیر صفر هستش، یعنی تو 25 درجه حدوداً 40 درجه اختلاف. وقتی که از سرما وارد غار میشیم، یعنی میایم تو دمای 15 درجه مثل الان، احساس میکنیم که غار خیلی خیلی گرم هستش، یعنی برای زندگی زمستانی خیلی خوب هستش. زمانی هم که تابستان دما حدوداً بالای 20-25 درجه 30 درجه هستش، وقتی میایم 15 درجه رو تجربه میکنیم، یعنی 15 درجه کاهش دما وارد میشیم، غارها احساس میکنیم که خیلی خنک هستن و این جایی هستش که تو تابستان میشه توش زندگی کرد. به خاطر این هستش پس ما اونجا نمیگیم غار سرده یا گرمه. مثلا خیلی ها اینطوری میگن، میگن غار در زمستان گرم و در تابستان سرده، ولی این نیست. غار همش 15 درجه است دیگه کل سال.
بعد یه چیز دیگه، ما الان وارد غار که شدیم، یعنی اومدیم مثلا میخوایم بریم از این تونل بزرگ عبور کنیم و اون قندیلا رو ببینیم و اون شرایط رو ببینیم، این غار در چه شرایطی به وجود میاد؟ یعنی همه کوه ها غار دارن یا اینکه جای خاصی باید این غاره شکل بگیره؟ ببینید، غارها مختلف هستن، غارهای آهکی هستن، غارهایی هستن که آتشفشان ها باعث تشکیلشون میشن و غارهایی هستن که به خاطر چین و گسل و شکستگی به وجود میان. غارهای آهکی به خاطر همون وجود آهک که باعث تشکیل کلسیت ها، استلاکتیت ها و استلاکمیت ها میشه، میتونه از زیباترین غارهای جهان مطرح بشه. بعد اینجا تشکیلش به این صورت بودش که از خبرم 30 میلیون سال، حدوداً 27 میلیون سال پیش یه دریای گرمی مستولی بوده به این منطقه. الان سنگای بالای کوه بشکنیم، سنگ‌های بالای کوه و فسیل‌های گوشماهی در میاد. اینا نشون میده که این آب کلاً کوه زیر آب بوده. این آب‌ها کم کم پسروی میکنن، خشکی‌ها نمایان میشن به خاطر حرکت آب رو سنگای آهکی. سنگای آهکی سنگایی هستن که حل میشن، انحلال اتفاق میفته تو این سنگا، باعث وجود به وجود اومدن حفره ها و شکاف ها و درز های شده بود این حرکت آب. بعد ورودی این غار هم رو به سیلاب بوده، چون ارتفاع اون سمت بالاتر هستش. سیل های فصلی که توی طی میلیون ها سال اتفاق میافتادن با می اومدن داخل، اون حفره ها رو حل میکردن، باعث تشکیل غار ها میشدن. حالا این غار چون موقعیتش مناسب بوده برای تشکیل، وقتی که آب اومده فضاها رو حل کرده، تونسته مقدار زیادی از سنگای آهکی رو حل بکنه و غار رو وسیع بکنه. حالا غارهای آهکی از چند متر مکعب، وسعتشون به چندین کیلومتر مکعب میرسه که این بزرگترین غار هستش که تا الان هم حدود 30 کیلومتر از مسیرهای مختلف شناسایی شده و انتهای بازدید هم فعلا مشخص نیستش. شما 30 کیلومتر رفتین؟ خیلی از مسیرها رو. ما الان در یک فضای بسیار باز هستیم و ارتفاعمون تا سقف تقریبا 4-5 متر هست و اینجا به چند راه ختم میشه. در مورد این فضا هم توضیح بدید، چجوری میشه که یک راه باریک به یک اتاق بزرگ خط میشه و دوباره راه ها باریک میشه؟ خب این قسمت که ملاحظه فرمایید باز همون ادامه 400 متر سینه‌خیزی غار هستش، به این صورت که اینجا رو میشه اسمش رو گذاشت یکی از میادین یا تالارهای غار. این تشکیل تالارها به این صورت هستش که همین آبی که از مسیرهای سینه‌خیزی وارد غار میشه میاد زیر سنگ ها، کم کم میره قسمت های پایینی رو به صورت وسیع حل میکنه، نه به صورت یه لوله مانند، وسیع پخش میشه حل میکنه. یه قسمت از زیر مثلا میشه گفت 150 متر به مساحت 150 متر خالی میشه. بعد یعنی آب یه جای جمع میشه. بله جمع میشه تا دوباره برای خودش مسیر ایجاد بکنه. بعد این اتفاق باعث میشه که قسمت یه تیکه از سنگ ها، سنگ ها لایه لایه هستن، سنگ های رسوبی لایه لایه هستن این سنگ ها. وقتی این قسمت خالی شد، الان این کوه که ملازم فرمایید همینجا، این سنگ ها فشار میارن، قسمت پایینیشون خالی هستش، از بالا کنده میشن و میان پایین و این تالارها و میادین ایجاد میشن. حالا این قسمت هم ملاحظه فرمایید راه اصلی و اولیه غار از بالای این کوه به صورت سینه خیزی بودش که بعدن ما نصف کوه رو برداشتیم و تالار به این شکل وسیع شده. این غار زنده است یا اینکه؟ این غار زنده هستش، زنده تا زمانی است. که صدای چیکه های آب رو میشنویم زنده هستش. درسته، یعنی نفوذ آب و تشکیل قندیل ها اتفاق میفته. خیلی خوبه، غارهای زنده غارهایی هستن که هنوز قندیل رو شکل میدن و در واقع اگه بخواید بدونی غاری زنده هست، ترک هایی که روی دیواره های غار ایجاد شده یک شیار سفید رنگی رو در واقع داخلش ایجاد میشه، مثل جوش خوردن این ترک ها. این هم یک نشانه دیگه از زنده بودن غارها هست. البته من این رو به گفته یکی از دوستان زمینشناس دارم بهتون عرض میکنم که این غارهایی که قندیل میبندن و غارهایی که اون ترک های دیوار رو، دیواره های خودشون رو پوشش میدن و جوش میدن، این غارها غارهای زنده هستن. و یک ویژگی دیگه این غار که تا الان اومدیم، نور بسیار خوبی که شما تعبیه کردین و در واقع میشه گفت به راحتی میشه هم فضاها رو دید و تماشا کرد. سعی شده که از نورهایی که حالا هم رنگ خود غار هستن استفاده بکنیم، یا نورهای سرد سفید یا آفتابی
سبز استفاده بکنیم. بله. حدود 200 متر. 200 متر. اینجا باز دوراهیه که؟ بله. اینجا الان این قسمت که ملاحظه فرمایید اولین راه به طبقات پایین غار هستش. این طرف؟ بله این طرف. این غار لایه لایه هستش. یه ویژگی منحصر به فرد این غار این هستش که به صورت طبقه‌ای تشکیل شده. حالا همون عرض کردم تو بحث‌های زمین شناسی یه بستر مناسبی برای مطالعه تو لایه‌های زمین هستش. حدوداً 5 طبقه از غار شناسایی شده. این لایه اول و طبقه اول و همکف هستش. طبقات و لایه های بعدی به صورت منفی میرن پایین. بعد اون طبقه دوم مسیرش مسیر خیلی وسیع گسترده است، چون توی اون قسمت ها آب زیاد مونده، درصد آهکش هم بالا بوده، تونسته فضا رو بیشتر حل بکنه و قندیل های زیبا و با خلوص بیشتر رو تشکیل بده. خیلی شفافتر از این قسمت ها هستن. هنوز آماده برای بازدید نشده؟ فعلا آماده بازدید نشدن، که اینا رو به صورت حالا سه‌بعدی فیلم برداری میکنیم و توی سینما سه‌بعدی هم پخش میشن. خیلی هم عالیه. الان ما در جای تا الان صحبتمون 200 متری که اومدیم و حدود تقریبا شاید 30 دقیقه طول کشیده، ما فقط این 200 متر رو اومدیم به خاطر اینکه صحبت میکردیم در مورد زیبایی های غار، صحبت میکردیم در مورد فضاهایی که وجود داره و چیزهایی که داریم میبینیم. اما در بخش بعدی صحبت ها میخواییم به ورودی قندیل ها برسیم و از اونجایی که قندیل ها شکل میگیرن و زیبایی های غار شروع میشه و سنگ هایی که شبیه اجسام یا اشیای مختلف هست رو بهتون معرفی کنیم. همسفر ما در این سفر باشید. رسیدیم به یک فضای بازتر، یک میدان بسیار زیبا. روی تابلوش نوشته بود میدان شیر خوابیده. بعد گفتم شیر خوابیده توی غار چیکار میکنه؟ این سنگی که میبینین شبیه یک شیر خفته است، یک شیری که خوابیده و دراز کشیده. ما از این نوع سنگ هایی که شبیه به موجودات مختلف هست زیاد در مسیرمون خواهیم دید. این یک نمونه از در واقع سنگ هایی هست که خب شبیه شیره که خوابیده و اسم میدان هم گذاشتن میدان شیره